ایران کاری که تمیل 15 سال باید میشد از طرف دولت، بله باید میشد که نشد و بارها ما از این تریبون شما و از این رسانه شما هم گفتیم که اقتصاد ما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک های خارجی و متکی به حضور نیروهای نظامی خارجی است. پس از خروج خارجی ها دولت وحدت ملی که روی کار آمد این وضعیت را هیچ راهی برای مهارش دیگه نداشت. راه داشت. اول خود دولت ضعیف بود به خاطر از اینکه دولت هایی که مراکز متعدد قدرت داخل خود داشته باشه به عنوان یک مرجع واحد عمل کرده نمیتونه، به خاطر هر مسئله باید شرکای قدرت قانی بکنن. این وقت ملی رضایی میکنن به خاطر از اینکه ایوازی که یا کار کنن یا بچه نزدن دوباره از کی وزیر باشه، کی معین باشه، کی والی باشه، کی قماندان باشه و تا اینکه اجماع یا صورت میگیره 5 سالشون خلاص میشه میره. اگر یا واقعا به عنوان یک دولت مقتدر ملی کار شروع میکردن و مسائل داخلی خود در یک سند و شفاف و روشن حدود مناسبات خود تعیین میکردن به نام کوالیشن داکومنت یا سند ائتلاف یا سند وحدت ملی که نامش ماندن اینا، در حالی که وحدت حکومتی است نه وحدت ملی، وحدت ملی خود بین مردم صورت میگیره. بله بله. خب هر صورت این آرایش سیاسی را نتونستن به وجود بیارن، نه وقت ضایع کردن برای ازی که اینه. مثلا ما تازه داستان کل یا لوی سرمال افغانستان چند وقت پیشتر گماشته شد. وزیر دفاع ما هنوز سرپرست است و امروز برای اعتماد رفت که نکنم رای گرفت یا نگرفت، و رئیس سازمان استخبارات افغانستان یا امنیت ملی افغانستان هم بسرپرست بود دیگه، یک آدمی که از صلاحیت کافی برخوردار نبود. وزارت داخلی هم قبلا همینطور بود، خوجور شد. به این دلیل این کلش در کار روزمره سکتگی وارد میکنند. اگر اینا میتونستن در این آرایش های سیاسی با هم کنار بیان و این چالش ها در بینشان وجود نمیداشت، به نظرتان همون راهکرد هایی که میتونست این وضعیت وابستگی که یک باره افغانستان خارجی ها را از دست داد و اقتصاد رو بر رکود شد را چگونه کنترل میتونستن؟ با چه راهکرد مشخص؟ نه اقتصاد ما خارجی را از دست ندادیم. خارجی ها هنوز هستن، هنوز بودجه ما را میتن، هنوز همین دولت به سر پای استاد کردن. در اساس کنفرانس شیکاگو یا 5.1 میلیارد 4.1 بود، باز 1 میلیارد دیگه اضافه کرد و 5.1 میلیارد دلار سالانه بودجه نظامی برام میتن. حدود 4 میلیارد دلار دیگه به اساس مصوبات توکیو برای بودجه عادی ما تزریق میکنن به هزینه های عادی ما. ما خارجی را هنوز از دست ندادیم، بلکه با آمدن دولت وحدت ملی اساسا سوی تفاهماتی که بین افغانستان و خارجی ها وجود داشت رفع شد و حتی بر ساختن خود همی حکومت وحدت ملی میانجی وزیر امور خارجی آمریکا آقای جان کری بود. بله. و این به این معنا بود که ورلد منیجمنت یا اداره جهانی در تنظیم امور ما دخالت مستقیم کرد. این اگر دیگر جنبه‌هاش مد نظر نگیریم از جنبه روابط حسن رابطه را نشان میداد بین آمریکا. خب ریشه و آبشخوری وضعیت پس اواخر حکومت گذشته بوده؟ نه او تو نمیخوایم بگم، ما میگم که اونا در حد خود در 14 سال باید این را تأسیس میکردن. یک اقتصاد خود به خودی به وجود آمد در مجاورت قوای خارجی و کمک‌های خارجی، ولی ما مدیریت اقتصاد ملی خود کرده نتانستیم. یعنی ما صنایع نساختیم، ما زراعت مکانیزه نداریم، ما مانند که بند برق زمان داوود خان اثر ساختیم مثل از این وارد 10 تا بند دیگه ساخته نتانستیم. و دیگه ما به گدایی نه، از طریق بسیج و تشویق سرمایه گذاری های خصوصی نتانستیم کار کنیم، به خاطر از اینکه موجودیت فساد گسترده دست به دولت، ناامنی سبب شد که هیچ سرمایه گذاری واقعی و اصلی از دنیا اینجا نیاید، به خاطر از اینکه همون زمینه های پیش زمینه های از اون فراهم نبود. خب به خاطر کاهش فساد در سرمایه گذاری و در قراردادهای کلان، مثلا آقای غنی بر ریاست خودش کمیته ملی تدارکات را تشکیل داد، به نظرتان یک چنین کارهایی نتونه سودمند از آب در بیه؟ میگه خانه از پای بس و ایران است، مشکلات به اندازه زیاد تا که سیستم ساخته نشه و اشخاص مثلا حل کرده نمیتونن. شما باید یک مکانیزم شفاف داشته باشین که اگر کسی هم دو تخطی بکنه او خود سیستم رو نشان بده. اما سیستم رو ما ایجاد نکردیم. یک فرد ولو نابغه باشه، یک فرد ولو هر کسی که باشه، یک مملکت اداره کرده نمیتونه. باید تقسیم دقیق کار ملی صورت بگیره، هر کس در معرصه توانایی های خود و تجربه خود و دانش خود مسئولیت بگیره و به بهترین وجه مسئولیت خود انجام بده. خیلی ممنون.
آقای غرجستانی، با توجه به این میزان حالا تخمینی یا دقیق کاهشی که از سرمایه گذاری و وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان زده میشه، بررسی شما از این وضعیت چیست؟ با سلام به شما و مهمان محترم و بینندگان شما، همون گونه که جناب آقای حافظی اشاره کرد، آمارها در افغانستان متاسفانه دقیق نیست و از طرف دیگر مقدار افزایش یا کاهش فیصدی سرمایه گذاری و یا سایر متغیرهای اقتصادی در افغانستان تابع شرایطی متعددی می باشد. عوامل مختلفی می تواند برای کاهش یا افزایش سرمایه گذاری نقش داشته باشد. ما به صورت خلاصه می توانیم مثلا فرض کنید یکی از عمده ترین عواملی که می تواند با سرمایه گذاری در کشور ارتباط مستقیم داشته باشد، بحث تأمین امنیت هست. منظور از تأمین امنیت، ما امنیت را دو نوع معنا می توانیم بکنیم. منظور از امنیت یک بخش امنیت نظامی هست، امنیت جانی مردم هست، امنیت جانی سرمایه گذاران یا وابستگان اون هست یک بخش قضیه، یک بخش دیگر امنیت اقتصادی هست. سرمایه گذار در صورتی در یک جا سرمایه خود را سرمایه گذاری خواهد کرد که مطمئن باشه که در فردای سرمایه گذاری اصل سرمایه با سود متعلقه یا بهره‌ای که ممکن است به وجود بیاد دستش برسه. در غیر اون صورت اگر یک سرمایه گذار امنیت نداشته باشد، امنیت اقتصادی، امنیت جانی، امنیتی و نظامی، در غیر این صورت حاضر به سرمایه گذاری نخواهد شد. این اولین عامل هست. عوامل دیگه هم داره. یکی از عواملی که متاسفانه در افغانستان وجود داره و کشور را در مرتبه دومین کشور فاسد دنیا قرار داده، فساد اداری در افغانستان هست. در افغانستان انواع فساد اداری ممکنه وجود داشته باشه که این مسئله در روند سرمایه گذاری در کشور نقش بسیار مخربی داره. تا زمانی که ما نتوانیم فساد را در کشور کاهش بدیم، ما تا زمانی که نتوانیم امنیت اقتصادی را در کشور تأمین کنیم، تا زمانی که نتوانیم امنیت جان سرمایه گذار، امنیت فامیل و خانواده سرمایه گذار را تأمین کنیم، یقیناً افراد سرمایه گذار چی داخلی و چه خارجی بسیار کم متمایل خواهد بود که در افغانستان سرمایه گذاری کند. خب، حالا خوشبینی هایی به نظر شما برای دیگرگونی این وضعیت وجود دارد با توجه به نمونه هایی که حالا آقای خانجان علی کوزی، یکی از مسئولان اتاق، اشاره کردن و حافظی صاحب هم اینجا بحثایی داشتن؟ فکر میکنید این وضعیت دگردیسی پذیر هست با شرایط در فرایند؟ البته یقینا من خوشبین هستم، به دلیل اینکه یک اراده در بالا در رهبران حکومت ملی وجود داره که بتواند زمینه سرمایه گذاری در افغانستان را فراهم کند. همین ایجاد به اصطلاح افتتاح پروژه های زیربنایی یا قراردادهای در روند پروژه های زیربنایی میتواند مردم را امیدوار کنه و ما هم امیدوار هستیم که با توجه به شرایطی که انشاءالله کم کم داریم به سمت خودکفایی حرکت میکنیم، و تا زمانی که ما به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت نکنیم در ابعاد دیگر ما موفق نخواهیم شد. من حرفای جناب آقای حافظی رو تایید میکنم که اگر ما اقتصاد ما متکی باشد به کمک های خارجی، بر اساس آمارهایی که موجود هست از سال 2001 تا کنون به طور متوسط سالانه 64% بودجه ملی ما، یعنی بودجه جاری و بودجه انکشافی ما، از طریق کمک های خارجی تامین می شود. اگر ما نتوانیم بودجه خود را خود تامین کنیم، اگر ما زمینه درآمد دولت را افزایش ندهیم، یقینا به اصطلاح کار به جایی نخواهد رسید، رشد اقتصادی نخواهیم داشت. رشدی که در گذشته داشتیم یک رشد حبابی یا رشد غیر واقعی بود به خاطر تزریق کمک های خارجی بود، ولی دولت افغانستان با تصمیماتی که داره، البته باید بیش از اون چیزی که الان هست، باید در زمینه زیربناها، در زمینه استخراج معادن به صورت شفاف، به صورت واضح و روشن برای مردم باید توضیح داده شود که این کارها انجام می شود. و خب شما خوشبین هستید و اشاره کردید که اراده را در کارگزاران دولت وحدت ملی در این خصوص سراغ دارید. با این حال فکر می کنید این دولت مردانی که با حافظی سبم در جای بحثشان ما داشتیم که طی دو سال از چالش های درونیشان نتونستن بیرون بیایند و حتی خودشان دلایل عمده گسترش این وضعیت نابهنجار
هنجار اقتصادی به ویژه در خصوص سرمایه گذاری داشتن، از اینا انتظار میره که واقعا وضعیت را رو به بهبودی ببرن؟ البته ما منکر مشکلات داخلی نیستیم، چون به خاطر که وقتی که حکومت به صورت 50-50% تقسیم شد، بخشی از مشکلات کار برمیگرده به همینجا که تا هنوز در خیلی از موارد ما بحث سرپرستی را تا هنوز داریم متاسفانه که این باید آهسته برطرف شد. منتها اون چی که در طی یک سال اخیر ما میبینیم، قبل از این پروژه های ما بیشتر روی کاغذ بود، طرح ها وجود داشت ولی کسی به صورت جدی به دنبال قضیه نبود. منتها زمانی که از یک سال تقریبا شروع شده، ما چندین پروژه زیربنایی در کشور داریم. نمونه شرط میتونیم از برق کاسا 1000 که قراردادش امضا شد نام میبریم، میتونیم از بندر چابهار به عنوان یک بندر بدیلی ترانزیتی با دنیای خارج نام میبریم، میتونیم از افتتاح سد سلمان نام میبریم و موارد پروژه های دیگری که در روی دست هست. تنها اگر ما بخوایم یک به صورت با زبان ساده آماری در مورد پروژه سلما اگر ما بخوایم بحث کنیم، پروژه سلما نزدیک 75 تا 80 هزار هکتار زمین را زیر آبیاری میبره. یک 42 مگاوات برق میتواند تولید کنه. ما اگر در بخش زراعت هم حساب کنیم، با یک حساب بسیار ساده، اگر روی هر هکتار زمین 5 نفر بیکار مشغول کار شوه، تقریبا یک عدد بسیار کلانی نزدیک 375 تا 400 هزار نیروی کار در اونجا مشغول کار شد کار خواهد شد. لذا این موارد اگر در نظر بگیریم، اراده های ما میبینیم که انشالله وضعیت از اونچه که هست به سمت بهبودی بیشتر سوق داده شد. خیلی سپاس جناب حافظ صاحب. گام هایی که حکومت وحدت ملی در بخش زیربناها برداشته، اگر کاسا 1000 اینا اشاره کردن و بعدش بندر چابهار و بالاخره سد سلما را و به تازگی هم سد کجکی که تفاهم نامش امضا شده، به نظرتان با توجه به پهنه و گستره که به خاطر بردن افغانستان به سوی خودکفایی حالا در کوتاه مدت یا در دراز مدت داره، اینها گام های امیدوار کننده ای هست و فکر میکنید ریشه در اراده قاطی دولت برای ساختن اقتصاد خودکفای افغانستان داره؟ ما با حفظ احترام به نظریات از جا موافق نیستم با این گفا. به چی دلیل؟ به دلیل زیاد. یک دلیلشی هست که با واقع‌بینی باید مسائل مورد دقت قرار بگیره. اولین گپی است که بند سلما در سال 1339 خورشیدی طرحش از طرف شادروان محمد داوود صدر اعظم این وقت با در تفاهم با هندوستان گذاشته شده بود. در وقت شوروی ها میخواستن این کار بکنن، بعد از اون منصرفتن هندوستانی ها. بعدا 43 سال پیش سنگ تعدابش مانده شد، باز به اثر جنگ ها او نشد. بالاخره آخری بار که اقدام به ساختن از این شد در زمان رئیس جمهور حامد کرزی، وقتی که بر ریاست جمهوری رسید، انتخابی رئیس جمهور شد، قبلا رئیس دای موقت چیزا بود. همون سال اینا بند سلما را از سر شروع کردن و کار ساختمانش سنگ تعدابش گذاشتن. و ای که با تاخیر چندین ساله، این به واسه سال 2009 حال افتتاح شد، افتتاح از این هیچ نوع ربطی به حکومت وحدت ملی نداره. کار امتیازش برمیگرده به حکومت پیشین. نه، خود شروع شده بود از زمان داوود خان طرحش و داستانش براتون گفتم. این که در زمان از افتتاح شد به این معنی نیست که یا ابتکار کردن یا خلق کردن، یا این کار شده بود. ولی چرا در زمان آقای کرزی افتتاح نشد؟ خاطر اینکه وقت همین کار یک سری تعدیلات که در پروژه آمد و مشکل امنیتی و مشکلات تکنیکی و مشکلات اقتصادی که بود، بالاخره شد آمد در اینجا کارش خلاص بود. 95% کارش خلاص شده بود. یک در سال 2014 اینا آبگیری بند شروع کردن، یعنی بند جور شده بود، آب شد به او کانالیزه کردن که پر شود. من نمی خواهم که همیشه انتقاد کنم و ناامیدی بار بیارم، ولی حقیقت باید بگم. نه من خوشبین هستم نه بدبین، من واقع بین هستم. مسئله تاپی یک پروژه بود به زمان طالبا بود. یکی از دلایل ایجاد طالبا هم بود که این پروژه شد. یونیکال و بریداس دو شرکت کلان که میخواستن همین گاز ترکمنستان در انحصار داشته باشن ببرن به طرف آسیای جنوبی مخصوصا پاکستان، در اون وقت فعال بودن.
یعنی یکی از دلایل ایجاد طالبا همین مسئله کمپانی یونیکال و بریداس بود که همگر تمویل کرد این پروژه را. نمونای مثل بندر چابهار چی؟ اینا رو عرض میکنم براتون، من کلش گفتم میرم براتون چیزی که نظر خودم میگم با حفظ احترام به نظر همکار ما دوست ما. و بالاخره این 11 مورد نشسته های در سطح رؤسای دول و وزرای امور خارجه صورت گرفت تا اسناد حقوقی برنامه تاپی تمام شد و بانک انکشاف آسیایی ای را تمویل شد بود در گرفت و با قیمت هایی که وا گفته بودن پایین بود یک سال دیگر در بر گرفت تا وا با قیمت نو موافقه کردن، با قیمت های جدید که مشکلات زیادتر بود قیمت تمام شد بالا می رفت. بالاخره اینا فقط هم امرای رئیس جمهور ترکمنستان و دیگران نوار شد قطع کردن. هنوز کار عملی از هم شروع نشده، بله فقط افتتاح شده. آمدیم در مورد کاسا. کاسا هم از برنامه های منطقوی است که بانک انکشاف آسیایی او را ترک کرده. پاکستان ضرورت برق داره، ما برق تاجیکستان و قرغیزستان رو میبریم به اونجا، از خاک ما عبور میکنن. نه ما در برق از ماست، نه مصرف کننده برق ماستیم که 300 کیلووات یا مگاوات را آخر به او زمین میکنن. ما فقط گذرگاه هستیم و کار ازی هم در سال 2008 در قرغیزستان سندش امضا شده. این چیزای متمم عملیش است که حالا سلسله نهایی صورت گرفت. بالاخره اونا خود یک کار کارانه که میکنن، رایزنی میکنن، مشوره میکنن. بالاخره این هم یعنی پروژه نیست این کاسای هزار که در زمان حکومت وحدت ملی این بنیان گذاشته شده باشه و شروع شده باشه. در پروژه چابهار آمدیم. به سال 2003 میلادی اولین بار ما همراه مرحوم شادروان سید مصطفی کاظمی که وزیر تجارت بود یک هیئت ما رفتیم که چابهار را به حیث بندر بدیل و الترناتیو برای فشارهایی که پاکستان وارد میکرد این را ارزیابی کنیم. یک هیئت از تجار و سرمایه‌گذار و رهبری اتاق تجارت بین المللی افغانستان بود، وقت اتاق تجارت صنایع مربوط به حکومت بود، یک شعبه وزارت تجارت بود. رفتند اونجا. بعد از او ده هشت سفر ما اشتراک کردیم، غیر از ما هم ده ها سفر دیگه صورت گرفته. با منطقه آزاد چابهار گپ زدیم، با وزرای مربوطه گپ زدیم، با رئیس اتاقهای تجارت و صنایع و معادن ایران آقای دکتر نهاوندیان بود وقت گپ زدیم. بالاخره تمام اسناد ازی تکمیل شد، اقتصادیات ازی شد و هندوستانی‌ها در سال 2013 100 میلیون دلار دادن به ایران برای تجهیز همین بندر چابهار و بعد در سال 2009 اینا راه زرنج دلارام ساختن. بله که او یک پروژه متمم چابهار است. چابهار است. بله. و بالاخره این پروژه افتتاح شد. این افتتاح از این چی ربط داره با حکومت وحدت ملی؟ این خوب بود دیگه. 12 سال سرش کار شد. بالاخره به یک نتیجه یک چیزی را که شما یک درخت هم که بشانید 12 سال بعد حاصل میده. این که میوه زیر یک کسب بخوره بگه اینه مخوردم. خوب بود که خوردی. ولی برخی ها بسید. ارز کن براتون. در مورد کجکی از سال 1332 خورشیدی این را کمپانی سن موریسن امریکایی ساخت بند کجکی را و دالر را. یکی از توربین های از او که 17000 کیلووات یا 17 میگاوات برق تولید میکنه در 60 چند سال گذشته همه تو هدر رفت. بند وجود داره، آب است، آب هم تو میره بدون از این توربین داشته باشه. تا بال همین حکومت قادر نشد که توربین نصب کنه اونجا. بند اینو نمیسازه. آب اثر ذخیره نمیکنه. بند وجود داره، ذخیره آب وجود داره، حتی همو چشمه از اون وجود داره به اصطلاح همو دروازه‌ای که در اونجا با توربین نصب شوه. اما توربین نیست، همو تا او میره. در اینی جا یک بند دوی برق پلخمری میگن که پیش بینی شده که اگر میره یا جور نکنن هرچه عاجل پل خمری را شهرش سیل میبره. تحکیم بند است و آوردن توربین نو است و تولید برق با تکنولوژی نو به اندازه زیادتر از سابق. عرض ما ای است که از نظر ما میگه سرش که از رخم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. ما نمیخوایم این را ماسمالی کنم و یا گلماله کنم کمبودای از یارم. ما چیزی که حقیقت است بیان میکنم، آسیب شناسی میکنم تا اینا متوجه شوند که کمبودای خود را ببینند.
ما به عنوان کسانی که گپ میزنیم و در میدیا ذهنیت میسازیم باید هم به دولت مردای افغانستان هم به مردم افغانستان بگیم که کمبود کار در کجاست، رای بیرون رفتش در کجاست، از کجا باید شروع کنیم، کدام کارا شده کدام کارا نشده. خب اگر من یک چیز براتون میگم، دولت وحدت ملی افغانستان تا بال خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود نشته نکرده، تا بال همی دولت با همی عرض و طول خودش یک سند اقتصادی مدون تصویب شده از طرف حکومت و از طرف شورای ملی نداره. اینا همه ریشه در عدم ارادهش برای سازش داشته. نمیتونم بگم عدم اراده، این یک گپ دیگه است، یک کاری. خب جناب حافظ، اگر بگذاریم از این که امتیازهای اصلی این پروژه های کلان را که شما یکی یکی نام بردید به کدام یک از حکومت هایی که حالا بنیانش گذاشته یا کارش ادامه داده یا هم افتتاح کرده برمیگرده، اگر از این بگذاریم، اینها که حالا افتتاح شده به نظرتان افغانستان را در مسیری که انتهاش خودکفایی اقتصادیش باشه قرار داده در دراز مدت یا کوتاه مدت، یا امیدواری وجود نداره؟ درازترین راه ها از یک گام شروع میشن. بله، وقتی که شما یک گام هم در جهت خودکفایی وردارین قابل قدر است، ما تایید میکنیم. 42 میگاوات برق چیزی بسیار زیاد در مقایسه با ظرفیت های بالقوه برق افغانستان نیست، به نیم فیصد، به یک هزار هم نمیرسن از ظرفیتی که ما داریم، ولی به هر صورت یک بخشی از مملکت ولایت هرات میتونه که تنمیر کنه، میتونه که پارک سنتی هرات از برق وارداتی بی‌نیاز کنه و سویچاش در دست خود ما باشه و در این زمان 480,000 هکتار زمین را که آبیاری میکنه. این خودش اگر هکتار زمین 5 تن حاصل سردرختی، باغ یا گندم یک چیز دیگه بده، این در حدود 400,000 تن به حاصلات زراعتی ما می افزای. اگر قیمت از این را به طور متوسط $500 فی تن بگیریم، $200 میلیون. این چیز خوب است. فقط ما می خواهیم گپا را گت نکنم. بله، اصل مسئله بر سر از این است که این کارا شده، خوب است که شده، ولی ما از دولت وحدت ملی تقاضا داریم که با امکانات کلانی که فعلا وجود داره، با رشد تکنولوژی که صورت گرفته و با پیشرفت متمدنانه تفکر سیاسی و همگرایی های منطقوی و همگرایی جهانی و گلوبالیزیشن، اینا باید تمام ظرفیت های افغانستان استفاده کنن. ما دو مثال برتون میگم که بسیار دردناک است، میره باید برتون بگم. یکی که کسری بیلانس تجارت ما شما 96% است. در دنیا اگر 2% کسری بیلانس تجارت باشه، مردم اعضای ملی میگیرن. 96% کسری بیلانس تجارت دارین شما، $10 میلیارد واردات دارید، $400 میلیون صادرات دارید. یا آمار دقیق است. ولی خود احصایه‌ای وجود داره، در گمرکات ثبت است دیگه است. گپی دومی که هست ایست که 400,000 نفر به نیروی کار ما هر سال افزوده میشه و ما در حدود 40% نیروی کار خود قبلا بیکار داریم. برنامه این دولت برای کارآفرینی چی است؟ چقدر نفر یا به کار گماشتن؟ سپاس. میان برنامه کوتاه داریم، دوباره خدمتتان برمیگردیم. ادامه گفتگو با امید همراهیتان تا پایین بحث. جناب غرجستان صاحب، اگر استدلال در قبال آنچه تفاوت دیدگاه بین شما و حافظ صاحب در قبال کارکردهایی که روش بحث کردیم وجود داشته باشه، بحث بکنین. و در ادامهش میخوام پرسش بفزاییم که اگر حالا حکومت وحدت ملی این کارهای شده کسای دیگه باشه، اراده ای داشته باشه که یک چنین زیربناهایی را خودش بنیان بگذاره، با اون حال ظرفیت ها و زمینه ها و بستر هایی را که افغانستان برای رفتن به سوی خودکفایی و برای فراوری و تولیدات داخلی خودش داره، از نظر شما چی هست؟ ما در قسمت اونچه که جناب آقای حافظی فرمایش داشت میخوایم توضیح بدیم که در پروژه های زیربنایی هیچگاه ادعایی نیست که مربوط به کدام دولت هست. درسته پروژه هایی هست که از سال 1332، از 1355، 1384 اینا بالاخره شروع شده. بله، ولی باید یک اراده جدی در به ثمر رساندن اینها وجود داشته باشه یا نه، یا ما باز به همون صورتی که در آرشیف ما باشد به اصطلاح خاک بخوره، یا اینها رو به مرحله تطبیق برسانیم.
ولی آقای حافظی گفتن بیشتر از 95% کارهای اینا پیش رفته بود و اینا به ثمر تقریبا رسیده بود، فقط خط نوار، فقط افتدا و گشایش شان بود که دولت وقتی میکرد. مثلا فرض کنید در کازها 1000 کجا کار 95% پیش رفته؟ در بخش مثلا فرض کنید استفاده از بندر چابهار چند فیصد کار پیش رفته؟ بله، در قسمت سد سلما ما قبول داریم که اکثر کارها انجام شده بود، منتها در بحث پروژه های دیگر همون که خود جناب آقای حافظی هم در جریان هم، مثلا فرض کنید همین سد کجکی، چرا سالها برق ما بدون به اصطلاح ظرفیت وجود داره ولی ما تولید نمی کنیم؟ اینا با یک اراده به وجود بیاد. شما مثلا فرض کنید در بخش تولید انرژی شرکت های خارجی میگن ظرفیت تولید انرژی در افغانستان از منابع آبی، از منابع مثلا فسن فسیلی مثل زغال سنگ، مثل گاز، از منابع بادی، از منابع خورشیدی بسیار فراوانه. خب ممکنه ما در گذشته اینها رو روی کاغذ هم آورده باشیم، ولی باید اگراده لازم هست که اینها رو تطبیق کنه یا نه. اون چیزی که من گفتم پس شما میگین هستم که یعنی یک گشایش اینها مصادیقی است که نشان میده اراده لازم وجود داره. من خودم چنین اعتقادی دارم که اراده وجود داره که مثلا این پروژه هایی که در گذشته طراحی شده، در گذشته ممکنه دیزاین شده باشه و بخشی از کارم شروع شده باشه. ما پروژه هایی داریم متاسفانه که از 50 سال هست. شما مثلا سرک شرق و غرب کی در سال 1340 طرح می شود، با بودجه شر بنا هستن کشور ایتالیا تمویل کنه، ولی اراده سیاسی وجود نداشت در طی 14-15 سال گذشته 40 کیلومتر سرک مثلا از شرق غرب به سمت هرات ساخته شده، با وجودی که 400 کیلومتر این مسیر کوتاه‌تره. اگر ما بتوانیم علاوه بر مسیر قندهار هرات غزنی به سمت هرات، علاوه سرگی که به سمت مزار شریف شبرغان و مثلا فرض کنید قلعه و به سمت هرات میرسه به صورت شاهرای حلقه‌ای، یک مسیر ایجاد کنیم به سمت شرق غرب، یک مسیری دیگه ایجاد کنیم از شمال به جنوب، از مثلا از بندر حیرتان تا بندر اسپین بولدک در جنوب افغانستان. اینها میتواند اقتصاد افغانستان رو واقعا متحول بسازد، ولی نیازمند یک اراده جدیه. گفتیم شما در تاریخچه سرگ گردن دیوال بخونید، واقعا این گونه نبوده که بودجه نبوده، ولی چون اراده سیاسی متاسفانه وجود نداشته گفتیم دیگه 40 کیلومتر بیشتر ساخته نشده. ولی در قسم من خودم معتقد هستم که دولت وحدت ملی با تمام مشکلاتی که وجود داره کمتر از 2 سال از عمرش میگذره به اندازه توانش، چون در افغانستان واقعا ظرفیت ها و محدود، مشکلات فراوانه، کوشش کرده و امیدواریم که بیشتر از این کوشش کنه. خب ظرفیت های دیگه ایره که شما بررسی دارید از افغانستان و داشته های افغانستان، چه در بخش صنایع، چه در بخش استخراج معادن، چه در بخش آب و بقیه نمونه هایی که وجود داره، ظرفیت هایی که در افغانستان وجود داره و حکومت وحدت ملی اگر اراده داشته باشد تا اینا را به کار بگیره و در سالهای پیش رو اینها را راه بندازه و در پهلوی این پروژه های کلان زیربنایی دیگر به طرف خودکفایی افغانستان را در حرکت بسازه، چی هستن؟ من در این قسمت فقط اشاره میکنیم به عوامل مؤثری بر سرمایه گذاری که در واقع در این قسمت ممکنه اون پرسش های شما پاسخ داده شد. اولین عوامل در تامین سرمایه گذاری در قسمت قبلی گفتم که تامین امنیت هست. بله. از بعد نظامی و از بعد اقتصادیشی. دومین عامل کاهش فساد اداری هست، هرچند اراده هایی وجود داره ولی این اراده برای کاهش فساد اداری به هیچ وجه کافی نیست، باید بیشتر مبارزه صورت بگیره. عامل سوم کاهش یا قطع مداخلات ارگان های قدرتمند یا ارگان های دولتی در بخش پروژه های زیربنایی، در بخش سرمایه گذاری است. متاسفانه در افغانستان بنا به دلایلی که از گذشته وجود داشته، نمایندگان شورای ملی دخالت میکنه در بسیاری از پروژه ها، وزرای ما در گذشته و ممکنه در حال هم در انجام پروژه های زیربنایی و پروژه های سرمایه گذاری دخالت کنه. اینها باعث میشه که هزینه سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کنه و اون سرمایه گذار ممکن است از طریق عادی نتواند سودی حاصله را به دست بیاره، ممکنه اونم دست به راههایی ببره از طریق راههای میانبر استفاده کنه که سود خود را افزایش بده. عامل دیگر تعامل منطقه است.
تعامل منطقه اینه که ما به جای این که بیاییم با پاکستان، با ایران، با هند یا با چین یا کشورهای آسیای میانه رقابت منفی داشته باشیم، با اونها یک تعامل سازنده داشته باشیم، یک گفتگوهای سازنده داشته باشیم که این تعامل و گفتگوهای سازنده پیرامون منافع اقتصادی کشورها گیره بخوره، می تواند منافع تمام کشورها تامین شود. ما که علاوه بر اینکه با پاکستان مشکلات سیاسی داریم، از بعد اقتصادی هم واقعا مشکلات داریم. ما هر چند مدت می بینیم که تنها راه ارتباطی ما با دنیای خارج بندر کراچی هست، به روی بازرگانان افغانستان بسته می شود، بندر ترخم بسته می شود و کالاهای تجاری ما از بین می رود و میلیون ها دلار خسارت وارد می شود. قسمت بعدی تعمیر زیرساخت هاست. ببینید در یک کشور وقتی که آب وجود نداشته باشد، انرژی مورد نیازی شرکت های تولیدی و صنایع وجود نداشته باشد، همچنین قرضه های کوتاه مدت و قرضه های با سود کمتر در اختیار اونها قرار نگیرد، یقینا سرمایه گذار متمایل به سرمایه گذاری نخواهد بود. لذا باید دولت به سمت تامین زیرساخت ها باشد، زمین ارزان یا با قیمت ارزان و در به صورت اجاره دراز مدت 50 تا 99 ساله در اختیار شرکت ها قرار بدهیم، انرژی مورد نیاز را تامین کنه تا یک سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری شد. و عامل بعدی که میخوایم اینجا بیان کنیم اصلاح قوانین و مقررات و پالیسی است. متاسفانه ما در بخش سرمایه گذاری از لحاظ قوانین، از لحاظ پالیسی ها تا هنوز واقعا مشکل داریم. هرچند گاهی وقت ادارات مربوطه، اداره آیسا یا وزارت تجارت یا مثلا وطاق تجارت ممکنه پالیسی های در این زمینه داشته باشه، ولی فیصدی موفقیت اینها بسیار ناچیز بوده. ما باید در اصلاح قوانین، تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید که بتوانه سرمایه گذاری در کشور را حمایت کند، باید اینها را همه را روی دست بگیریم. خیلی ممنون جناب حافظ. میخوام از آخر بحث اینا از شما بپرسم که در بخش اصلاح قوانین و ساختارها، اگر به نمایندگی از اتاق تجارت صنایع حالا بگید، شما پیشنهادهای تغییرات راهکارهایی دارید؟ اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان خانه مشترک همه متشبثین خصوصی و مخاطب دولت در امور اقتصاد بخش خصوصی، وقتاً فوقتاً در تمام موارد نظریات و دیدگاه خود داره و ما داسیب شناسی هایی که داشتیم به نام بزنس نشنال آجندا یا آجندای تشبسات که تقریبا هر دو سال بعد یا هر سال یک بار کتابی نشر میکردیم و دیگه کسایی که در اتاق هستن، در رهبری اتاق و داره یک تفکر و اندیشه هستن و از یک آنتنای زینشون بلند است، اینا هم نوشته هایی داشتن و به مقامات دولتی ما ای را دادیم و تناقض در قوانین بین زیاد است. اشنا فرمودن قوانین زمان اقتصاد متمرکز دولتی هنوز میچله که در زمان تجاوز شوروی به افغانستان نوشته شده، قوانین زمان سلطنت میچله، قوانین زمان مرحوم داوودخان میچله و در حال قانون باید معاصر دوران خود باشه، نیازهای امروز زندگی رو به نظر بگیره و اگر مشکلات و معضلاتی هست به رفع از او راه‌گشا باشه. برای نوآوری در قوانین پیشنهادهایی حتی شما هم دارید؟ بله چرا نی. اول خود در ماده 10 و 11 و 13 قانون اساسی نظام اقتصاد بازار نام برده شده. بله. نظام اقتصاد بازار 4 مؤلفه اساسی داره. یکیش قانون کنترل کیفیت است که تاوال وجود نداره. قانون آنتی مونوپولایز و ضد انحصار است. هنوز وجود نداره. قانون آنتی پرایس فیکسینگ یا قانون ضد تغییر قیمت، تعیین قیمت به ضرر مستهلک از طرف توزیع کننده یا فروشنده یا مولد وجود نداره. و در این زمان قانون زمینه های مساوی برای متشبثین که هر کس حق داشته باشد در یک رقابت به منظور بهبود امور اشتراک کنه وجود نداره. بسیار مسائل انحصاری است. قراردادها اکثرا به اشخاص افراد داده میشه، علاقات معین در حکومت هستند که داد گرفت بین خود دارند. بنابراین دلایل ما این نظام اقتصاد بازار 4 قانون اساسی شه یا 4
مؤلفه اساسی از اون تا بال ما قانونش نساخت. پس بید بچرخیم سر خیلی درنگ کوتاه اگر داشته باشین سر همین تفاوت دیدگاه شما که الا بند سلما دیگر نمونه‌هایی که ما اینجا بحث کردیم امتیازش بر میتونه بر بگرده به حکومت وحدت ملی به دلیل از اینکه زمینه به ثمر نشستنش را مساعد و فراهم کرد. حالا اگر حتی بند سلما را هم ما نمونه داشته باشیم بحثای وجود داره که سنگ اندازی های در حکومت آقای کرزی وجود داشت، کندکاری های وجود داشت و ناامنی که یکی از دلایل عمده و سنگای فربی فراروی فرایند کار بند سلما بوده در حکومت وحدت ملی برداشته شده و امنیت سلما برای به ثمر نشستنش گرفته شده و این نمونه ها را که اینا بحث کردن. و من نه مدافع حکومت هستم نه مخالف حکومت، من یه آدمی هستم که مسائل طوری که هست میبینم و طوری که فکر میکنم میگم. این تاریخ هم تغییر داده نمیتونیم چیزی که وجود داره. مثلا با شما پیشتر گفتم 100 میلیون دلار در این چابار این دو سال سال 2013 دادن. برتون گفتم در سال 2009 قرارداد سرک زرنج دلارام که متمم می دهست و بستن بعد تا سال 2011 تکمیل شد. این که کی کد کی نکد مهم نیست. در مجموع هر حکومت که تا بال کار کرده فقر به قوت خود باقی است، بیچارگی مردم به قوت خود باقی است، کسری بیلانس تجارت به قوت خود باقی است، بیکاری مزمن و روزافزون به قوت خود باقی است، ناامنی وجود داره، فساد گسترده‌ای که گواهی اسناد بین‌المللی تا به امروز افغانستان از 3 کشور فاسد درجه اول دنیا است و از لحاظ شفافیت از 3 کشور آخر لیست جهانی است. این شرم‌آور است. شما در کنفرانس بروکسل میرین، این حکومت مکلف است که بغیر از گپ زدن یک ذره سند هم نشان بده. در وارسا همچنان. بنابرای دلائل بحث سر از این نیست که کی که چی است که او را کس تقسیم کنه. خب از اون میگذاریم این پرسش هم میخوام از شما آفیس سب داشته باشم که حالا گذشته از این پروژه های کلان زیربنایی ظرفیت های دیگه که وجود داره تا بستری برای کارکرد حکومت وحدت ملی در بخش اقتصاد و رشد اقتصاد هست چی هستن به نظر شما دیگه چی نمونه های وجود داره؟ اول خب براتون بگم که پروژه های را که بیشتر جناب غرستانی سب یاد کردن و شما هم یاد کردین این پروژه ملی نیست، پروژه منطقوی است. پروژه چابهار ساخته شده بین هندوستان و ایران و از طریق افغانستان میخوان با سی مرکزی برن. بله. پروژه کوثر هم گفتم که برقش از قرقیزستان و تاجیکستان است، میره در پاکستان مصرف میشه. پروژه تاپی امیر رقم هیچ کشوری از طریق پروژه های منطقوی به کمال رشد نرسیده. اقتصاد ملی ما باید ساخته شود و خود ما داخل مملکت باید تولید بکنیم. ما با تکنولوژی بسیار کهنه عقب مانده و ریسرچ های 60 سال پیش اتحاد شوروی 23000 میگاوات برق داشتیم، برق آبی با تکنولوژی های نو همین سه چند میشه 69000 میگاوات برق با تکنولوژی نو ما ظرفیت چه داریم. ما کمتر از 0.5% تولید داریم، تمام راه باز است. در هر میگاوات برق شما 2 میلیون دلار مصرف کنین شما فقط در عرصه برق بیش از 100 میلیارد دلار به سرمایه گذاری ضرورت دارین که باید سرش فکر کنن. ما شما از زمان حمله چنگیز به بعد 3.9 میلیون هکتار زمین بکر و بایر داریم که آب از پالوش میره و زمین دوری تشنلب مانده، آبای ما میره در کشورهای دیگه. ما تا بال قادر به این نشدیم که آبها را با وصال زمین ها ببریم. یک جمله خبرساز معروف آقای غنی در شب و روز دارن که آبهای ما آبروی ما است و ما نمیگذاریم آبروی ما به کشورهای بیگانه بریزن. خوب گپ است، خوب گپ است که گره زدن عملی خواهد بودیم. از گپ تا عمل بسیار به حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. تو میدین در پالوی شیرینی را نامش بردن باید از شیرینی هم تهیه شود. خیلی ممنون آقای غرجستانی. با اگر با نکات خوشبینانه ای که شما در بحث هاتون دارید نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی و امیدواری هایی که دارید، حالا با همون نگاه خوشبینانه تان دورنمایی را که از ادامه این وضعیت، از ادامه هرچه کار کرد و عمل کرد در خصوص اقتصاد حکومت وحدت ملی برای بخش سرمایه گذاری کرده یا زیربنا ها را چه از گذشته چه حالا چه هم آینده شما اگر انتظار دارید بکنه، دورنما و چشماندازی را که از وضعیت اقتصادی افغانستان با توجه به هم بسترها و هم چالش هایی که فراروش داره چگونه بررسی میکنید؟ چگونه میبینید آینده افغانستان را 5 سال آینده را، 10 سال آینده را یا هم دورتر از اون را؟ البته ما به هیچ وجه از کارکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی راضی نیستیم، یک واقعیت هم. ولی خوشبینی های دارید؟ خوشبین هستم.
و تا حدودی احساس میکنیم که اراده‌ای در این حکومت هم وجود داره برای کار کردن. ما برای چند نمونه برایش مثال زدیم. منتها در قسمتی یک نکته‌ای که مهمان محترم اشاره کرد که به اصطلاح ما نوشته های زیادی در وثاق تجارت داریم، اینا رو تحویل دادیم. حالا من یک سوال دارم که این قوانینی که نداریم در بخش های مختلف، در بخش ضد انحصار، در بخش های حمایت از تولیدات داخلی، در بخش های گوناگون و امثال اینها، این قوانین باید کی جور کنه؟ آیا اداره مربوطه باید آسیب شناسی کنه، نیازمندی های خود را در نظر بگیره، قانون بسازه، یا مثلا فرض کنید تنها واگذار کنید به وزارت عدلیه؟ و اونچه که من برداشتم اینه و تا جایی در جریان هستم، هر اداره خودش نیاز با توجه به نیازمندی های خود مواد اولیه را آماده میکنه، با بخش انستیتوت قانونگذاری وزارت عدلیه در بحث میکنه تا این یک تبدیل شده به قانونی به اصطلاح خوب و کارآمد. منتها خوب باید اول آسیب ها را شناسایی کنه. این آسیب هایی که شناسایی شده چی کار چند فیصد پیش رفته؟ خب یک سوالی هست که داخل برای من وجود داره. منتها در بخش هایی که شما گفته چه برنامه هایی دارن، همون گونه که جناب آقای حافظی اشاره کرد، من خودم معتقد هستم که اگر دولت وحدت ملی یا دولت افغانستان، اصلا این دولت نه دولت 5 سال بعد، هر کی باشد، اگر روی منابع خود افغانستان سرمایه گذاری نکنه، هیچ گاهی ما با خودکفایی نخواهیم رسید. آماری که ایشون داد و موجود هست، 96% ما کسری بیلانس تجاری داریم. یعنی در واقع ما 96% نیازمندی های خود را باید از طریق واردات دفع کنیم و رفع کنیم، برطرف کنیم. این بسیار یک واقعا فاجعه در کشور هست، به خاطری که در قبال هر کالایی که ما میخریم باید ارز از کشور خارج و همچنان آماری که از افزایش نیروی کار و کمبود کار یقینا سرمایه گذاری یکی در قسمت آبهای کشور، همون گونه که بالاخره وعده داده شده که تا چند سال دیگه 21% دیگه به بهره برداری میرسه، در قسمت تولید انرژی، در قسمت تامین آب زراعتی، اینها بسیار مهمه. آماری که وجود داره و جناب آقای حافظی هم اشاره کرد، ما نزدیک 8 میلیون هکتار زمین قابل کشت در افغانستان داریم. الان تقریبا 3.5 میلیون هکتار زمین زیر کشته. یعنی تقریبا بیش از 55 تا 60% زمین هایی که قابل زراعت در افغانستان هست، اینها مورد استفاده قرار نگرفته. از آبهایی که داریم سالانه به طور متوسط 75 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان به وجود میاد، آبهای زیرزمینی و آبهای روزمینی، که ما تنها قادر هستیم 20 میلیارد متر مکعب رو مصرف کنیم، بقیهش به یک نحوی از کشور خارج می شود. اینها ظرفیت های بسیار کلان هست که ما می توانیم از طریق مهار آبهایی که در کشور وجود دارم، از طریق گفتگوهای سازنده با کشورهایی که در این قسمت با ما مثلا شریک یا مشکلاتی داره، ما می توانیم آبهای حداقل فیصدی مشخصش رو مهار کنیم، زمین های خود رو زیر کشت ببریم و زمین هایی که بایر هست و دولتی هست، ما نمیگیم دولت به صورت مفت مجانی در اختیار مردم قرار بده، بلکه اینها را در یک طرح مشخص، در یک پروسه مشخص 50 تا 99 ساله به صورت اجاره و کرایه در اختیار مردم قرار بده که تا اینها به بهره برداری برسن. و متاسفانه با وجودی که شما میبینید که اطراف کابل پر از آبهایی است که از اینجا سرچشمه میگیره و از کشور خارج می شود، ما تا هنوز یک پلان درست و حسابی نتوانستیم برای تامین آب شرب کابل، آب آشامیدنی مردم طراحی کنیم. اینها امیدواریم که دولت وحدت ملی روی این نکات هم دقت کنه و اینها باعث می شود که وقتی این پروژه ها به ثمر برسه یا کار شروع شود، بخش عمده ای از نیروی کار ما در اونجا مسئول کار شود. خیلی ممنون و حافظ صاحب، جنبندی کوتاهی از شما هم میخوام داشته باشم. اگر در محور همین میزان کاهش سرمایه‌گذاری اگر بحث بکنین و جنبندی بکنین که اگر بخواین تشویق بکنه دولت وحدت ملی سرمایه‌گذاران را و وعده بده که امنیتشان را میگیره و کارهایی بکنه، با اون حال بسته های تشویقی مثل گذشته باید پیشنهاد بکنه، راه های دیگه را داشته باشه به خاطر تشویق و ترغیب سرمایه گذارا و گردآوری سرمایه ها و جلوگیری از این که سرمایه های سرمایه گذاران و بازرگانان افغانستانی حتی به بیرون از افغانستان نره. ما چند چیز میخوام به شما عرض کنم. اولی که
دولت گذشته افغانستان و دولت موجود افغانستان از امکانات بالقوه که در کشور موجود داره بهره برداری درست کرده نتونستن و امکانات هدر رفت. به طور مثال تنها از میدان هوایی کابل 18 میلیارد دلار رسما از افغانستان رفته و این 18 میلیارد دلار اگر می بود و 5 برابر از این آدم قرضه از مؤسسات قرضه بینونی گرفته می تونست 100 میلیارد اینجور پولی بود که می تونست در عرصه های زراعت، در عرصه های معدنکاری، در عرصه صنعت و در عرصه خدمات سرمایه گذاری شود. این کار صورت نگرفت ولی افغانستان پر از امکانات است. اگر دولت فساد از بین ببره و امنیت نسبی به وجود بیاره، امیال افغانای قدر سودمند هستند که در تاریخ هیچ وقت هم قدر پیسه دار نبودن. 150 میلیارد دلار به اساس ریسرچ‌هایی که ما کردیم نقدینه مردم افغانستان امیال هست در خارج و داخل. و اگر 10% از این به کار بفته، افغانستان سنتی میشه، خودکفا میشه و میلیون نفر به کار انداخته میشه. خیلی ممنون از حضور شما آذرخش حافظی، رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و توسلی غرجستانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، و سپاس بیکران از شما برای پایشتان پای بحث امروز آخر خط. تا درود و دیدار دیگر، پیروز و بهروز باشید. بدرود.